بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر همه عزیزان، خانم ها و آقایان و حاضران و غایبان. قصه ها آغاز کردیم از شتاب، ماند بی مخلص درون این کتاب. قصه دین و قدرت قصه دامنه‌دار و دامنگستری است. از ابتدای سال میلادی 2019 آغاز کرده ایم و شاید هنوز به نیمه راه هم نرسیده ایم. به درازنای تاریخ ماجرای دین و قدرت طولانی است و ادامه دارد و خواهد یافت. ما هم بر بخشی از آن انگشت می نهیم و به قدر طاقت و وسعمون از این اقیانوس بی پایان جرعه بر می داریم. به آقای خمینی رسیده بودیم و نگاه ایشان به قدرت و به اسلام که قدرت خود رو بر او بنا کرده بود و مشروعیت قدرت رو از اسلام می گرفت و نه تنها مشروعیت حکومت رو بلکه محتوا و درون مایه حکومت رو هم می کوشید که از اسلام برداشت کند، از اسلام شیعی، به بیانی که آوردم و توضیحات بیشتری هم که انشالله خواهم افزود. گفته بودم که ما دو دوره رو در رفرمیزم پشت سر نهادیم. یکی دوره استخراج بود و دیگری دوره سازگاری. تا مدت‌ها مسلمین و مصلحین می‌کوشیدند تا از درون سنت اسلامی، کتاب و سنت، اقوال پیامبر، اقوال پیشوایان شیعه، طرز حکومت، روش حکومت، مشروعیت حکومت، وجوب حکومت رو بیرون بیاورند و به قدر مقدور در این راه گامی زدند و دستاورد اندکی هم داشتند. اما شاید از وقتی که از استخراج دقیق این امور مایوس شدند و فقط مدرنیته هم در حکومت و سیاست خلاصه نمی‌شد، مدرنیته با خودش دستاوردهای بسیار، کالاهای بسیار عرضه کرده بود و گرچه بعضی به عبث و بیهوده کوشیدند که تک تک اینها رو از دل کتاب و سنت بیرون بیاورند، اما به سرعت متوجه شدند که این کار عبث و ناتمامی است. به همین سبب به شیوه دومی رو آوردن و اون شیوه سازگار کردن دین با مدرنیته بود. یعنی به جای اینکه دموکراسی رو از دل سنت بیرون بیاورند و بگویند که پاره ای از آیات، پاره ای از روایات، پاره ای از سنن پیشینیان دلالت دارد بر مفهومی و مقوله‌ای به نام دموکراسی به معنای جدید آن، مثلا بیعت که در میان مسلمین جاری بوده است، همون شوراست، همون پارلمان است که در دموکراسی جدید از آن سخن می‌رود و امثال اینها، وقتی که از این گونه استخراجات و استنباطات ناامید شدند به سازگار کردن این دو پرداختند. سازگار کردن این بود که مسلمانان هم می توانند حکومت دموکراتیک داشته باشند، ولو اینکه این حکومت دموکراتیک از دل کتاب و سنت بیرون نیاید. مسلمان‌ها می توانند مدرن زندگی کنند، ولو اینکه خود مسلمانان بانیان مدرنیته و سازندگان مفاهیم مدرن نبوده اند، وامگیران آن هستند، ولی می توانند اون رو با سنت پیشین خود سازگار کنند. ولذا هیچ منافاتی بین مسلمان زیستن و مدرن بودن، امروزی بودن و امثال اینها نیست. البته این جهد، جهد مقدسی بود، جهد موفقی هم بود و هست و همچنان رفرمیستا و مصلحان دینی به گمان من در همین میدان گام می زنند و در همین بر همین طریق پای می فشرند. یعنی دستاوردهای مدرنیته رو طرد نمی کنند تا
اونجا که می توانند چون محصول عقل بشری است، چون محصول تجربه بشری است، اونها را اخذ می کنند و از اونها استفاده می کنند. البته مراتب دارد، مدارج دارد و اینها دیگه الان محل کلام نیست. یعنی در امور تکنیکی گرفتن این دستاوردها خیلی آسان است. مسلمان ها می توانند هواپیما سوار بشن، می توانند ترن سوار بشن، می توانند از عموم این محصولات تکنیکی مدرن استفاده کنند، در جنگ هاشون می توانند از هواپیمای جنگی استفاده کنند، از تانک، از غیره، که خب اینا هیچ کدوم سابقه در سنت هیچ دینی و هیچ کشوری نداشته است و تماماً و کلاً محصول دنیای مدرن است. اما وقتی که به امور انسانی می رسیم، اینجا البته دشواری ها آغاز می شود که این امور انسانی رو که مسئله فلسفه در آن است، اخلاق و ارزش ها در آن است، دین در آن است، جهان بینی در آن است، این جهان بینی مدرن و فلسفه مدرن و ارزش های مدرن رو چگونه با اندیشه ها و جهان بینی و ارزش های اسلامی و دینی سازگار کنیم. بسیار در اینجا میدان برحال حریف قوی است و کشمکش هم دشوار است و پهلوان ها از هر دو طرف در این میدان حاضرند و حقیقتا حساب این که در آینده چه خواهد شد و با این فراورده های نوین چه باید کرد، ما یک جدال همیشگی و بی پایان در پیش داریم. شما به عنوان مثال همین قصه هموسکشوالیتی رو در نظر بگیرید که امروز یکی از ارکان که نه، یکی از اجزاء حقوق بشر شده است. مسلمان ها چگونه میخوان با این کنار بیان؟ به صرف اینکه این مدرن است این رو بپذیرن، یا خدای نکرده شروع کنن به استخراج این از کتاب و سنت، کما اینکه بعضی این کارو کردن و معتقدند که دلائلی میتوان یافت یا دست کم دلائلی بر ضد آن در کتاب و سنت نمیتوان یافت و این همه احکام فقهی و غیره که وجود داشته اینها چندان استوار نیست، حجیتی ندارد و به اونها بهایی نمیتوان داد. عرض کردم یک میدان جدال دشواری است و چگونه از درون این میدان پیروز میتوان بیرون آمد پیدا نیست، اما به هر حال دوره سازگاری است. ولی چنان که آورده بودم، کسانی کاملا اوت آف باکس، یعنی خارج از این مقولات می اندیشیدند، گفتند که نه استخراج از دل کتاب و سنت، نه سازگار کردن مدرنیته با کتاب و سنت، به هم زدن جهان و پدید آوردن یک نظم نوین آن وظیفه ماست. این درست نیست که ما بنشینیم و در اجزاء کتاب و سنت فرو رویم و موشکافی کنیم و از بعضی حواشی کلام پیامبر یا آیات قرآن نکاتی رو درآوریم و بگیم دلالت بر مدلولات جدید دارد. این رو یک تلاش عبث و یک جهد بی توفیق می‌دانستند که به نظر من هم درست. اما اینکه سازگار کنیم مدرنیته رو با اسلام، این رو هم صحیح نمی انگاشتن. می گفتن نهایتاً پیروزی از آن مدرنیته خواهد شد، می آید و همه چیز رو می شوید و می برد و ممکن است که یک ظواهر کمبها و کم ارزشی رو از اسلام برای ما باقی بگذارد، ولی همین روح دیانت رو می ستاند، حتی قشر اون رو هم از ما خواهد ستاند و حقیقت ایمان رو هم از دلها بیرون خواهد برد و روح سکولاریتر رو بر جانها حاکم خواهد کرد. تشخیص اینها این بود که همه چیز رو یک جا، به قول اینا بیبی ویت دی بیت واتر، بچه رو با جاش باید ما پرتاب کنیم بیرون و هیچ یک از این اجزا رو نپذیریم، جهان جدیدی بسازیم و در این جهان جدید اسلام خودمون رو حاکم کنیم. برای از میان بردن جهان قدیم هم هیچ تئوری نداشتن الا تخریب و انقلاب. یعنی برای واژگون کردن مدرنیته و ویران کردن بنای مدرن تئوری پردازی نکرده بودند، فقط راه اسیان و راه شوریدن رو پیدا کرده بودند و به زیر دستان و فرمانبران خود آموزش داده بودند. این چه در آثار
سید قطب پیداست و کسانی که در راه او رفتن و تندتر از او حرکت کردند که عاقبتشون رسید به کسانی مثل داعش و غیرهم و چه کسانی که نرمتر حرکت کردند، اما تماما بر همین قیاس بود. اینها یک انقلاب بی تئوری رو بنیان می نهادند، چنان که من در جاهای دیگه هم اشاره کردم، انقلابی که عین اسیان بود، عین ویرانگری بود، برای اینکه اون چرا که مدرن است از میان ببرند و به جای او اون را بنشانند که خود میپندارند. این میپندارند هم از قبل آماده است، یعنی همون دیانت اسلام و همون فقه اسلامی. این بزرگواران برای انقلاب تئوری نداشتند، میگفتند که ما یک قبله داریم، یک هدف داریم. ببینید این رو شما مقایسه کنید با سخن لنین، میگفت بدون یک تئوری انقلابی نمیتوان انقلاب داشت. خب این حرف یک تئوریسین انقلاب بود، ابتدا یک تئوری انقلابی تهیه دید. این تئوری انقلابی البته او تهیه ندیده بود، مارکس اون رو فراهم آورده بود و لنین یک مجری بود، اما این تئوری انقلابی حرف ها داشت راجع به تاریخ، راجع به جهان، راجع به اقتصاد، تئوری ها بر سر هم نهاده بود. بر اساس او دعوت می کرد به یک انقلاب، انقلابی که معناش این بود تحولی که یک طبقه رو بر طبقه دیگر غالب و حاکم بگرداند. اما این احتیاج داشت به یک تئوری در باب طبقات، یک تئوری در باب تاریخ، در باب اینکه تاریخ کلن جنگ طبقات با یکدیگر بوده، یک تئوری بر این مبنا که پیشبینی ما در تاریخ این است که لا محاله و لا جرم این طبقه کارگر باید بر طبقه بورژوا بشورند و بر آنها پیروز شوند و جای آنها رو بگیرند و نهایتا هم به یک جامعه بی طبقه برسند. خب این تئوری ها رو پرداخته بود، اینا همون تئوری انقلابی بود که به کمک اونها لنین انقلاب کرد و همین رو هم هدف خود قرار داد که برخیزیم و کارگران رو بر صدر بنشانیم و بورژوازی رو داغون کنیم. این اصطلاحی که لنین به کار می‌برد، انقلاب یعنی در هم شکستن ماشین دولتی، در هم شکستن ماشین دولتی و به جای اون یک دولت جدید نهادن که پشتوانه او طبقه کارگر است، نه اون طبقه دیگر. در حالی که دولت بورژوازی پشتوانش بورژواها و سرمایه‌داران هستند و اون دولت به نفع اینها قانون گذاری می‌کند، گرچه که ظاهر دموکراتیک داره، پارلمان داره، انتخابات داره، نمایندگی داره، اما زمامش و روحش و گوهرش در دست بورژواهاست و به هر طرف به چرخی اینها به اون سو، یعنی به سوی بورژواها میچرخند و به نفع اونها قانون گذاری میکنند. به همین دلیل هم میگفت دموکراسی سرمایه‌داری دموکراسی سوری است، نه دموکراسی حقیقی. منافع یک طایفه ای رو تقویت میکند و پیش میبرد، اما اسم اون رو نمی آورد، در عمل چنین است. خب این تئوری انقلابی بود. این تئوری انقلابی به دنبالش هم انقلابی حادث شد و شد اون چه شد. پس تئوری داشتن، این تئوری رو هم در طول نسل‌ها پروردن. یعنی مارکس هم مبدع تئوری مارکسیسم نبود، مارکس خودش تکیه زده بود به قوله‌های قبل از خودش و روز 16 ساعت در بریتیش میوزیم لایبرری در کتابخانه اونجا مطالعه میکرد کتاب اقتصاددانان و مورخان پیشین رو و اطلاعات انبوهی گرد آورده بود از کارکرد اقتصادی کشورها و ملل اروپایی و حتی گاه ملل آسیایی. اینها رو برهم ریخت و از دل اون این تئوری رو در آورد. کتاب کاپیتال مارکس در اون سه جلدی که در زمان حیات او منتشر شد امروز کمتر خواننده داره، ولی در روزگاری که خوانده میشد و به صورت یک بایبل مقدس بود، یک کتاب تبلیغاتی نبود. بله اون کتاب بیانیه منشور به اصطلاح حزب کارگر و اون بیانیه‌ای که مشترکاً با انگلس دادن که جمله پایانیش این بود که کارگران
جز زنجیرهایشان چیزی ندارند از دست بدهند، یعنی بشورند قطعاً پیروزند. این یک برنامه تبلیغاتی بود، اما کتاب او کتاب 100% علمی بود، تحلیل های اقتصادی، ریاضی، فلان، اونم با اون زبان بسیار خوب و گزنده‌ای که مارکس داشت. مارکس بسیار رمان خوانده بود، رمان های دوره خودش رو خونده بود، یه آدمی بود اصلا کتاب ها رو میبلعید و هوش سرشاری هم داشت و در نوشته های خودش اینها رو به کار می برد، ظرافت ها و تلمیحات و اشاراتی که در رمان ها بود. مقاله می نوشت از همونجا برای روزنامه های آمریکایی مقاله می نوشت و می فرستاد، مال اواسط قرن 19 هم. باری این چنین این تئوری انقلابی مارکس پرورده شد و به دست یک مجریانی مثل لنین افتاد که اون رو به کار بردن و در کشوری که ظاهراً کسی در او انتظار انقلاب نداشت انقلاب به پا کردن. مطابق تئوری های مارکسی این انقلاب بعد تو کشورهای اروپایی رخ می داد، چون اونا تقریباً به مراتب بالای بورژوازی رسیده بودن، یعنی اونجایی که به قول مارکس این بدن چنان چاق شده که جلیقه خودش رو می ترکاند، این لباس حکومت ظاهری رو از خودش باید بیرون بیاندازه و یک جامعه دیگری بپوشه. ولی این اتفاق نیفتاد و در روسیه افتاد که هیچ کسی انتظار نمی‌برد یک کشور دهقانی که اصلاً به درجات بالای بورژوازی هم نرسیده بود. اما یا در انقلاب فرانسه، چنان که قبلا هم برای شما گفتم، در انقلاب فرانسه به هر حال قرن‌ها فیلسوفان فرانسوی اینا تئوری پردازی کرده بودند راجع به اومانیزم، راجع به حقوق انسان، راجع به حکومت و شعار فراترنیتی، اکوالیتی، اینها که شعارهای اصلی انقلاب فرانسه بود. از این طریق اینا یک انقلاب به پا کردن. در انقلاب اسلامی ایران و در اون انقلابی که آقای قطب در نظر داشت هیچ یک از این تئوری پردازی ها وجود نبود، فقط این گفتن اسلام. خب اسلام مقصد بود، اسلام قبله بود، اسلام آخر راه بود، می رویم تا به اونجا برسیم، می خواهیم او رو پیاده کنیم به قول خودشون، که من چقدر از این کلمه پیاده و سوار بدم میاد ولی خب دیگه به کار می برم، میریم که اون رو پیاده کنیم. خب از چه راهی میرید؟ که از راه ویرانگری و تخریب. ملاحظه کنید به همین دلیل اینا انقلاب‌های بی تئوری بود، اما به یک معنا، به یک معنای مخفی پشت سر اینها یک تئوری نهفته بود. اون تئوری این که ما مدرنیته رو نمی‌خوایم، هیچ چیزو قبول نداریم، در پی سازگار کردنش با سنت خودمون هم نیستیم، این راه رو بیراهه می‌دانیم، این جهد رو بی توفیق می‌دانیم، ما باید یه جهان نوی بنا کنیم. این جهان نو بنا کردن البته تئوری مارکس بود. مارکس میگفت تا حالا تاریخ آمده، از این به بعد در تاریخ یک انسان تراز نوین باید به پا خیزد. این تعبیر انسان تراز نوین مال مارکسیستا بود، توده‌ای ها هم در ایران به کار می‌بردن این رو. یه آدم دیگری باید پیدا، همون هوس حافظی، عالمی از نو باید ساخت و از نو آدمی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. حافظ البته نه تئوریسین اقتصاد بود نه تئوریسین سیاست، نمی گفت چجوری، ولی می گفت ای کاش بهتر است، چون این دنیا که دیدیم ما توش خیری ندیدیم، گلی به سر کسی نزدن و تاریخ اونچنان که باید و شاید چهره روشنی نداره، چهره سیاهی داره. اما یک کسانی واقعا آمدن تا به این هوس‌ها جامعه واقعیت بپوشند. مارکس این چنین عمل کرد و گفت که جهان رو باید عوض کرد. اون که همیشه براتون توضیح دادم این جمله بسیار مشهور مارکس، مشهورترین جمله مارکس، گفت فیلسوفان تا کنون جهان رو تفسیر کردند اما سخن بر سر تغییر آن است. خب ما نیومدیم یه فلسفه دیگه بیاریم، یک تفسیر دیگه از عالم بدیم، نه، ما اومدیم عالم رو تغییر بدیم. و اگر یادتون باشه باز گفتم که بنده هم این وسط ها که خودم رو جا کردم گفتم نه سخن بر سر تفسیر عالم است نه تغییر عالم، بلکه سخن بر سر تعمیر عالم است و ما اومدیم که عالم رو تعمیر کنیم اگه بذارن و اگه بتوانیم. اما آقای خمینی
برای تعمیر عالم نیامده بود، سید قطب برای تعمیر عالم نیامده بود، حتی برای تفسیر عالم هم نیامده بودن، اینا برای تغییر آمده بودن. از اون وقتی که عزمی در اینها پیدا شد، اراده پیدا شد و ملاحظاتی کردن در باب جهان، من نمیتونم بگم ملاحظاتشون کلن و ترن باطل بود، ولی اجمالا فهمیدن که یک عالمی قائم شده و پدید آمده که همه اجزاء خودش رو در خودش داره، منظورم عالم مدرنه، دست زدن به این و از میان برداشتنش یا گزینش کردن از میان اینها چندان معنا نداره، چندان نتیجه هم نداره و چنان که گفتم عاقبت ما رو مغلوب اونها خواهد کرد. خب دست رو دست گذاشتن و تماشا کردن هم که شایسته یک انسان عاقل نیست و دست شستن از سنت خویشتن، چه کار کنیم؟ راه سوم همینه دیگه، باید این جهان رو واژگون کنیم، این جهان رو واژگون کنیم و یک جهان دیگری بر ویرانه های آن بسازیم. پس ببینید متد سوم و نسل سوم همین متدی بود که هم به استخراج نمی گفت، هم به سازگاری نمی گفت و ساختن جهان نوی رو در عزم و در قصد داشت و وقتی هم که فرصت پیدا کرد به عمل نهاد. سید قطب فرصتی نیافت، اعدام شد و نتوانست مطلقاً به ذره از مقاصد خودش نزدیک بشه، ولی البته پیروان او یا کسانی که خود رو منتسب به پیروی از او میکنن بالاخره در روزگار ما جولانی پیدا کردند. از اینها میگذریم. ببینید کاری که آقای خمینی کرد، یک نام تازه پیدا کرده است که من امروز میخوام درباره او صحبت کنم و درباره کسانی که درباره اون سخن گفتن. حالا آقای خمینی، یعنی وقتی که شما پا به میدان میگذارید و با یک فکر پخته یا ناپخته‌ای عزم تغییر عالم رو در سر میپرورانید، به این میگوین ایدئولوژی. آقای خمینی عمل و پیکار ایدئولوژی کرد. کلمه ایدئولوژی از بس سوء تعبیر و سوء تفسیر داشت شده و سوء کاربرد داشته احتیاج به توضیح داره. اگر به یاد داشته باشید که قاعدتاً به یاد دارید، مرحوم شریعتی هنر اصلی خود رو این میدانست که اسلام رو ایدئولوژیزه کرده است، اسلام ایدئولوژیک پدید آورده است، مهمترین دستاورد خودش رو همین ایدئولوژی اسلامی میدونست. ایدئولوژی یه معنای خیلی عمومی داره، یعنی مکتب، یعنی مرام و همه چیز. خب اسلام هم یه ایدئولوژی مرامیه، مارکسیسم هم هست، از اون شده تا لیبرالیسم هم شما میتونید بگید به این معنای خاص، یه ایدئولوژی است، یه مرامی است، یه مکتبی است، هم از عملی فکری فرق نمیکنه، ولی در اینجا ایدئولوژی اون معنا رو نمیده. این که میگن فلانی ایدئولوژیک عمل میکنه یا فلان اندیشه ایدئولوژیک است، ایدئولوژی همیشه یعنی اندیشه معطوف به قدرت. شما تئوری دارید که با این تئوری میخواید وارد پیکار قدرت بشوید. من عرض کردم آقای خمینی چنین تئوری پخته‌ای نداشت، ولی گفتند که این تئوری رو جناب شریعتی در اختیار آقای خمینی نه. من شاید چندان با این امر موافق نباشم، اما ایدئولوژیزه کردن اسلام البته کار شریعتی بود و شریعتی به این امر هم اعتراف میکرد هم افتخار میکرد و میگفت که این بهترین کاریست که در دوران ما صورت گرفت. درک او هم از ایدئولوژی کردن اسلام همون درک مارکسیستی بود. در مارکسیسم هم ایدئولوژی دوتا معنا داره، ولی من ذهن شما رو مشوش نمیکنم. یک معناش همین تئوری معطوف به قدرت است، یعنی ما تئوری پدید آورده ایم که با این تئوری شما می توانید وارد جنگ قدرت بشید. اون رو به منزله یک سلاح، به این نکته توجه کنید، ایدئولوژی رو به منزله یک سلاح به دست بگیرید و به جنگ سلاحداران دیگر بروید. ایدئولوژی یعنی این. ایدئولوژی به معنای عقل نظری نیست، چون بعضی ها تصورش اینه که ایدئولوژی یعنی یه مکتب فکری و عقلی، مثل فرض کنید عرض کردم فلان مکتب فلسفی فلان، نه،
در این معنا که اکنون به کار میبریم 100% عقل عملی است، یعنی معطوف به عمل است، اون هم عمل سیاسی. یعنی چنان تئوری پردازی میکنه که شما رو مجهز کند به یک اندیشه‌ای که با این اندیشه بتوانید به جنگ رقبای خود برید، اون هم نه فقط جنگ فکری بلکه جنگ عملی. جنگ فکری کردن که میشه مجادلات و مناقشات فیلسوفان و متفکران با یکدیگر، نه به جنگ عملی. چون حقیقتا مارکسیسم این چنین میاندیشید، یعنی ریشه ها رو دانستن مهمه، که اصلا افکاری، مکتبهای، اندیشه های مثل دین، اخلاق، حقوق، فلسفه و امسا، اینا همه روبنا هستن، یعنی هیچ اصالتی، ریشه‌ای، حجیتی از خود ندارن. شما زیربنا را عوض کنی، اینا عوض خواهند شد. از اینا نترسید، به جدال فکری و بحثی با فیلسوفان نرید. این فیلسوفان برخواسته از نظم معیشتی خودشون هستند. این نظم معیشتی اگر عوض شد، فلسفه‌شون هم عوض خواهد شد. این حقوقی که شما می‌بینید، فلان کس فلان حقوق رو دارد، فلان کس ندارد، زنان چنین، مردان چنین، تمام اینا از نظم معیشت و اقتصاد برمی‌خیزه. هزار سالم بحث کنید با کسانی که این حقوق پدید آورده‌اند، چون منافعی در ورای این حقوق نهفته، به حرف شما گوش نخواهند. شما نظم جهان رو، نظم معیشت رو عوض کن، این حقوق به تبع او عوض خواهد شد، و فلسفهشون و دینشون و همه چیزشون. به قول خودش این جمله مشهور مارکس بود، اینا ببینید تئوری های این مرد بودا، این تئوری ها تئوری های کلان نیست، نکته های مهمی در باب انسان و تاریخ و اقتصاد و دین در بر داره. این جمله مشهورش که دین روح جهان بیروح است، معنیش همین بود دیگه. میگفت جهان بیروح، یعنی جهان ما قبل مارکسیسم، جهان ما قبل کمونیسم، این جهان بیروح بوده، برای اینکه مردم به قول او آلینه بودن، به مقاصد خودشون نمی رسیدن، از خود بیگانه بودن. دین پوششی بود بر از خود بیگانگی، دین پوششی بود از خود بیگانگی، یعنی یه روح مصنوعی بود که اینا خلق کرده بودند و با اون روح زندگی می کردن. شما اگر حقیقت وجود آدمی رو به خودش بدی، او رو از خود بیگانگی رهایی ببخشی، دیگه سراغ دین نمیره، به خود واقعیت میرسه. اینا بود اون چه که مارکسیسم رو واداشت که بر سر دین با دیگران نزاع نکنه، بر سر فلسفه نزاع نکنه، به جنگ مکاتب فکری نره، بگه اینا کف روی آبن، شما این آب رو عوض کنه، این کف ها هم ماهیتشون عوض خواهد شد، لذا باید تخریب کرد، باید تخریب کرد. اما به دنبال این تئوری ها، یعنی بعد از این همه تئوری پردازی راجع به آدمی و تاریخ و اقتصاد و غیره، ببینید این تئوری ها رو که آقای خمینی نداشت، این تئوری ها رو که سید قطب نداشت، حتی این تئوری ها رو انقلابیون فرانسه تو قرن 18 نداشتن. اونا اون به اصطلاح مارکس انقلاب بورژوازی بود، انقلاب کمونیستی که نبود و دنبال کلاسلس سوسایتی که نمی رفت، که اونا بالاخره نهایتا هم یک جامعه هنوز طبقاتی پدید آوردن، ولی تخریبش رو اینا داشتن. آقای شریعتی نوعی تئوری پردازی کرد، یعنی یک نوع عناصر انقلابی یا شبه انقلابی رو از دل اسلام بیرون کشید. یعنی میخوام بگم کار شریعتی یه جور بازگشت به استخراج بود، به اون مرام استخراج که قبلا گفته بودم، اما با اهداف ایدئولوژیک، یعنی به قصد سلاح تراشیدن، به قصد سلاح تراشیدن. رفت سراغ زینب، رفت سراغ ابوذر، رفت سراغ امام حسین، همین سه نفر و امام علی، این چهار نفر. و خودش هم گفت اسلام برای من غیر این چهار نفر معنی نداره، معنی نداره. از اون نقل شده است که حتی پشت سر امام حسن مثلا حرفایی میزد که خب شیعیان نمیپسندن، اون تمام عمرش همش تو رخت خواب بود، همش زن عوض میکرد، یا چنین و چنان، و امامای دیگه هم که خب انقلابی نبودند و به هر حال دست به شمشیر نبردن، و یه مقدارم شبیه زیدیه بود دیگه، زیدیه، شیعیان سه امامی یا چهار امامی، اینا تا امام سوم قبول داشتن، میگفتن امام یعنی قائم به سیف، یعنی کسی که شمشیر به دستشه و مبارزه و جنگ جوست.
از امام زین العابدین که شمشیر به دست نگرفت و بقیه دیگه از خیر اینا گذشتن و اینها رو به امامت قبول نداشتن. یعنی یک نوع ریشه های زیدی در کلمات شریعت هم بود، ریشه های مارکسیستی که خب خیلی قوی بود اما مسلمان بود، روشن فکر مسلمان بود و این روشن فکریش رو در راه به حرکت درآوردن جامعه خرج میکرد. برای به حرکت درآوردن جامعه هم چیزی بهتر از دین که در جامعه جاری بود نداشت، سرمایه‌ای نداشت. این سرمایه رو به کار گرفت، اما این سرمایه اونقدر کهنه، غبار گرفته و زنگ زده بود که با او هیچ کاری نمیشد کرد. در اون حالت اولیه خود شروع کرد به غبارگیری، زنگ زدائی، سیقل زدن. اصطلاح خودش بود تصفیه و استخراج، یا ببخشید استخراج و تصفیه. ما این عناصر رو و اتفاقا این سخنرانی استخراج و تصفیه رو در دانشگاه نفت آبادان کرد که کارشون استخراج و تصفیه بود و خودش هم اشاره کرد اونا، گفت شماها اینجا کارتون استخراج و تصفیه منابع زیرزمینی است و من میخوام بانم از استخراج و تصفیه با شما سخن بگم. یه منبع زیرزمینی دیگری هم وجود داره که تو وجود آدم هاست، اون دیانتشونه و تشیعشون. میخوام به شما نشون بدم که چگونه مفاهیم رو و اون کالاها و گوهرهای ارزشمندی که در دل این معادن سنت نهفته است بیرون بیارید. البته باید تصفیهش کنید، یعنی به همون صورت خام نمیتونید استفاده کنید. و این برنامه و پروژه اصلی خود جناب شریعتی بود. زینب رو استخراج کرد، حسین رو استخراج کرد، ابوذر رو استخراج کرد و علی رو استخراج کرد، همین چهار نفر رو. و درباره اونها هم به حد کافی با اون بلاغت مسحور کننده‌ای که داشت سخن گفت و قلم زد و آتش در جانها افکند و از قضا و از حسن بختیاری حرکت او با حرکت آقای خمینی هم عنان شد، مقارن شد و اون پدیده فوق‌العاده مهم رو که ما او رو انقلاب اسلامی یا انقلاب بهمنی می‌دانیم در کشور ما به وجود آورد. آقای خمینی حتی این کارم نکرده بود که از زینب و امام حسین اونا استفاده انقلابی بکنه، هیچ کدوم. اصلا اهل تئوری پردازی نبود، ولی آقای خمینی بوی قدرت رو خوب میشناخت، او خوب میفهمید، بو میکشید. و چیزی رو که من او رو تحسین میکنم همینه، یعنی آدم قدرت شناسی بود، میفهمید قدرت در کجاست. میگفت این 1000 تا مسجد توی تهران وجود داره، اینا صحبتهایی بود که خودش میکرد، 1000 تا پیش نماز اینجا هست، سالانه هزاران نفر توی مساجد میرن، اینا نیروهای مان، اینا سربازهای مان، چرا اینا رو ما ول کردیم؟ چرا از اینا استفاده نمی کنیم؟ سالانه این همه مردم بر سر و سینه شون میزنن در عاشورا و در اربعین و خرج میدن و پول میدن و حتی قمه میزنن و خون خودشون رو میریزن، سربازای ما همینان. این فهمید که اینجا یه قدرتی نهفته است و از این قدرت بعد استفاده کرد. شریعت هم اینو فهمیده بود. شریعتی منتها میگفت چی؟ میگفت که خون رو تبدیل به تریاک کردن، بر آخوندا و بر روزخانها طعن میزد. میگفت خون امام حسین که باید خون رو در رگهای شما به جوش بیاره، روزخانها تبدیل به تریاک کردن، یعنی با اون شما رو تخدیر میکنن، به جای اینکه شما رو به جنبانن شما رو به خواب میبرن. میایید و یک گریهی میکنید و یک استخونی سبک میکنید و به خیال خودتون گناهانتون هم آمرزیده میشه، میرین تو خونتون به شغل و کارتون مشغول میشید تا سال آینده و محرمی دیگر و عاشورای دیگر و اربعینی دیگر و الی آخر. او گفت من این تریاک رو دوباره تبدیل به خون کنم. این همون ایدئولوژی پردازی بود. گفت اون چه که در یک، به قول خودش، در یک کارخانه استعماری، استعمار نه استعمار، یعنی کارخانه آدم خرکنی، ببخشید، در یک کارخانه استعماری خونی که تبدیل به تریاک شده، من این رو دوباره تصفیه می کنم و بدل به خون می کنم، خونی که جنبش آفرین است. و الحق این کار رو کرد.
یعنی من بارها به شما گفتم حادثه کربلا انقلاب نبود، قیام هم نبود، هیچ کدوم اینا نبود، ولی ایشون این حادثه رو تبدیل کرد به یه انقلاب به معنای مدرن کلمه. بعدش هم امام حسینی که استثناء بود در امامان تبدیل کرد به قاعده، یعنی که انه امام بعد مثل امام حسین باشه، در حالی که هر 11 امام دیگه، حالا امام آخر که غائبه اصلا دربار او سخن نمیشه گفت، 10 امام دیگر هیچ کدوم مشی امام حسین رو نداشتن. از امام علی بگیریم که با خلفا در صلح و آشتی بود، هرگز شمشیر علیه اونها نکشید، تا امام حسنی که با معاویه صلح کرد، تا امام سجادی که عمرش رو در مدینه به عبادت گذراند و با بند امیه در نیفتاد، تا امام باقر صادق دیگران، تا امام رضایی که ولایت عهدی مأمون رو پذیرفت، اینا هیچ کدوم مشی امام حسین رو نداشت. یعنی شمشیر به دست نگرفتن که هیچی، اصلا تقریبا رو در روی حکومت هم نایستادن، مخالفت نکردن و هر کدوم هم مصلحت کار خودشون، اما برای شریعتی اونا به کار نمی اومدن، اونا به کار نمی اومدن. تنها امامی که به کار او می اومد امام حسین بود که به قول او انقلابی به پا کرد و شریعتی هم این تریاک رو، رسالتش این بود که این تریاک رو برداره و دوباره تبدیل به خون کن. از زینب یک زنی ساخت که به هر حال به قول خودش گفت ما زینب رو فقط در همون 10 روز کربلا میشناسیم، نه قبلش رو میدونیم نه بعدش رو. ولی خود شریعتی هم نه قبل زینب رو ما معرفی کرد نه بعدش رو. خب واقعا چون چیزی نبود، حضرت زینب نمودی نداشت توی زندگیش، به هر حال درست خواهر امام حسین بود، درست دختر بسیار شجاع امام علی بود، چیزهای مهمی رو از پدرش به وراثت برده بود، یک خطیب زبردست بود، زن دلیر بود، اینا همه درسته، اما تمام این دلیری ها و شجاعت ها تو همون فاصله زمانی اتفاق افتاد. قبل از او ایشون یک خانم ساکتی بود. بعد از واقعه عاشورا هم چنان که گفتم براتون یک سال و نیم بیشتر ایشون عمر نکرد، در انزوا در مدینه و تمام شد و رفت. اما زینبی که به کار شریعتی می اومد، زینب همون 10-12 روز بود که الحق هم یک زینبی ساخت از او و اومد 3 شاخه درست کرد، گفت شماها یا حسینی هستی یا زینبی به الله یزیدی، تموم شد و رفت. یا حسینی هستید یا زینبی یا یزیدی، البته خودش رو زینبی می دانست و در زمان خودش چنان که از زوایای کلامش برمیخیزه مجاهدین خلق رو حسینی میدانست، بقیه شاه و دم و دستگاه و همه دیگران و روشنفکران ساکت و خاموش و غیره همه میشدن چی؟ یزیدی. خب ببینید، ولی تئوری پردازی کرد الحق، هوشمند بود و این عناصر رو از تشیع بیرون آورد، به همین سبب هم تشیع سرخ صفوی آفرید، ایدئولوژیزه کرد به معنای واقعی در اسلام. علوی، ببخشید، تشیع سرخ علوی اسلام رو واقعا ایدئولوژیزه کرد و از ابوذر خب یک سوسیالیست ساخت و کسی که در مقابل عثمان مثلا سرمایه‌دار و پولدار می ایستاد و غیرهم. در مورد امام سجاد هم اگر سخنی گفت زیباترین روح پرستنده، حتی اکثر کلامی که در مورد ایشون به کار. این تئوری پردازی راه خمینی نکرد، اهل این کارا نبود، نه اهل استخراج بود نه تصفیه. میگفت اسلام ناب محمدی. ببین اسلام ناب محمدی یعنی چی؟ یعنی اسلامی که روش هیچ کار نکنیم و نکردیم و نباید بکنیم، همینطور دست نخورده آکبند اینا باید ورداریم بیاریم پیاده بکنیم. شریعتی اسلام ناب محمدی نداشت، مرحوم شیخ نائینی اسلام ناب محمدی نداشت، این حرفا نبود. اتفاقا تو کلمات سید قطب هم اسلام ناب محمدی هست، یعنی اونا هم دنبال اسلام ناب بودن، اسلام دست نخورده، اسلامی که استخراج و تصفیه نشده. برای چی دست بزنیم بهش؟ همینیست که هست و در بهترین فرمش هم هست. خب فقط اینو به اصطلاح باید پیاده کنیم. پس ببینید شریعتی ایدئولوژی پردازی کرد، کار خیلی مهمی انجام داد، مهم به لحاظ نقش‌آفرینی ها، نه به لحاظ صحت نظری، اون یه حرف دیگری است. نقش‌آفرین بود و چنان که گفتم آقای خمینی بختیار بود
که در کنار شریعتی قرار گرفت و شریعتی سربازانی رو که تربیت کرده بود به سپاه خمینی فرستاد، رفتن و سربازان او شدن. واقعا بسیاری از کسانی که دنباله حرکت های خمینی رو گرفتن نه از اندیشه های او خبر داشتن، نه از ولایت فقیه او خبر داشتن، هیچ کدوم. بسیارشون دست پرورده های اندیشه های شریعتی بودن و متفکران عرب که از قضا قبل از انقلاب آثارشون مثل آثار سید قطب به فارسی ترجمه می شد، حرکتی که بعد از انقلاب تقریبا متوقف شد. یعنی دیگه ماها گفتیم که ما دیگه بالاتر از شما رو داریم. گفت به درویشه، گفتن چرا نماز نمی خونیم؟ گفت من نادعلی می خونم که پدر جد نمازه. ما دیگه خودمون نادعلی می خوندیم، دیگه احتیاجی به این متفکرای عرب نداشتیم. اما تا قبل از او بله، آثارشون ترجمه شد و چون که گفتم همین آقای خامنه‌ای رهبر کنونی و برادرش از مترجمان آثار سید قطب بودن. شریعتی played into the hand of Khomeini، یعنی چیزهای خودش رو، فراورده های خودش رو در اختیار او قرار داد و اینها مورد استفاده او قرار گرفتن، نه سوء استفاده. اینا بالاخره با هم مقارن شدن. آقای خمینی نه استخراج کرد، نه در پی سازگاری بود، در پی ویرانگری بود. ویرانگری هم نه به معنای مذموم کلمه، یعنی اینکه ایران رو چنان بسازد که فراخور اسلام باشد، تئوریش رو در خور ایران نکند، ایران رو در خور تئوری کند. قبلا این رو خدمت شما عرض کرده بودم که یه وقت شما لباس رو به قامت خودتون میدوزید، یه وقت از لباس رو نگه میداری، خودتون رو اینقدر چاق و لاغر میکنید تا به این لباس برسید. آقای خمینی لباس رو نگه داشت، گفت اون جامعه به این برسه، نه اینکه ما این رو با جامعه سازگار کنیم، با مدرنیته، با تاریخ، با نظم جهان سازگار کنیم. و ذهنش این بود به هر حال. خب من از ایدئولوژی نام بردم و گفتم که شریعتی اسلام رو ایدئولوژیزه کرد و مفهوم انقلاب رو به خورد دین داد و یک انقلاب دینی به پا کرد. در این که انقلاب ما انقلاب دینی بود، آقای خمینی هم شریک بود و هم نظر بود و معتقد بود که چنین است. حالا میخوام این بحث رو مطرح کنم که پاره ای از روشنفکران مطرح کردن که اصلا به نام دین و به کمک دین نمیتوان انقلاب کرد. سرحلقه این اندیشه یکی از متفکران و فیلسوفان معاصر ماست که در سال یک سال و نیم گذشته از دنیا رفت، به نام آقای دکتر داریوش شایگان. داریوش شایگان اساساً پرورده فرهنگ غرب است، بزرگ شده فرانسه است، تحصیل کرده در انگلستان و مسلط به چندین زبان. من گاهی که مکاتبه‌ای با ایشون داشتم انگلیسی بسیار فاخری می نوشت، فرانسش هم که بسیار عالی بود، یعنی فرانسه زبانان او رو تجلیل می کردن در و بیشتر هم به فرانسه نویسی راغب بود، چون به یک معنا میشه گفت زبان اولش بود. ولی این اواخر که به فارسی کتاب می نوشت، نثر فارسیش واقعا ستودنی بود. مرد گیفتدی بود، موهوب بود، یعنی برخورداری های بسیار داشت در زندگی و البته مرد بسیار متمکنی هم بود و از دارایی ها و ثروت های این جهانی هم برخوردار بود، خانه خیلی بزرگی در کاشانک داشت. اما قبل از اینکه به ایران بیاد، به یادم نیست که در چه سالی، چند سال پس از انقلاب به ایران آمد، قبل از اون یک کتاب نوشت به فرانسه که این کتاب به فارسی هم ترجمه نشد و ترجمه نشدنی کسکون ریولوسیون ریلیژیوز، یک انقلاب دینی چیست. حتی ترجمه دقیق این عبارت، یعنی این عنوان کسکون ریولوسیون ریلیجیوز، این هم نیست که انقلاب دینی چیست، این است که انقلاب دینی دیگه چیه. تقریبا ترجمه این، یعنی کمی تخفیف در این هم نشسته است. یه وقت شما میگی کس که لر ریولوسیون ریلیجیوز، انقلاب دینی چیست، کس که اون ریولوسیون ریلیجیوز، توش یه مقداری تخفیف نهفته است. باری این کتاب به فارسی ترجمه نشد. در این کتاب
ایشون لب به حرفش این است که انقلاب دینی ریولوشن ریلیجیوز نداریم، نمیتونیم داشته باشیم. انقلاب یک مفهوم مدرنه، اینو شما به دین نمیتونید بچسبونید و این یک تلفیق نارواست. دو تا مفهوم نچسبن، در کنار هم قرار نمیگیرن، بنابراین فیک، جعلیه، باطله و بی‌معناست. انقلاب مال مارکسیسمه. خلاصه صحبت ایشون این بود، مارکسیسم و مفهوم انقلاب با هم گره خورده اند، یکی فرزند دیگری است. برداشتن مفهوم انقلاب از کانتکست و زمینه و بستر اولیه و چسبوندنش به اسلام کار 100% بیهوده و بی‌معنایی است. به نام دین انقلاب کردن، از دلش نه دین بیرون می آید نه انقلاب. ایشون در واقع حرفش این بود، می گفت انقلاب دینی موجب فساد دین می شود، انقلاب رو به دین نمی توان چسباند. فراتر از این می رفت، می گفت اصلا دین برای انقلاب نیامده. شما اگر به نام دین و به دست دین و به کمک دین انقلاب بپا کنید، سوء استفاده کردید از دین، دین رو بد به کار بردید، نهایتا هم دین رو افساد می کنید، تخریب می کنید و او رو مسخ می کنید، مسله می کنید و از حقیقت خود بیرون می آورید. ببینید این یه حرفی است. من از چند جهت دوست دارم امروز، شاید وقت ما کم باشه، که در این زمینه سخن بگم، به خاطر اینکه با موضوع بحث ما که قدرت و دینه خب ربط وثیق داره، یعنی نمیتوان این سخن رو نادیده گرفت. بعد از آقای شایگان دیگران هم این حرف رو به تفاریق و به تفاوت زدن، ولی به نظرم اولین کسی که جرأت کرد در این باب، البته در فرانسه و خارج ایران سخن بگه، همین جناب آقای شایگان. اینجا بنده از خودم هم یک باز سخنی در میان بیاورم، قبل از اینکه آقای شایگان این کتاب رو بنویسه یا قبل از اینکه من خبر داشته باشم از اینکه ایران، قبلا قطعا اینطور بود. من با مرحوم شریعتی در یک جدال فکری درآمدم، ایشون که مرحوم شده بود، ولی من در ضمن اندیشه ورزی های خودم و تأملاتم در آثار شریعتی همین خورده رو بر او گرفتم که از دین ایدئولوژی بیرون نمیاد. شما شاید دانسته باشید یکی از کتاب‌های من نامش هست فربهتر از ایدئولوژی، و این فربهتر از ایدئولوژی دقیقاً در جواب مرحوم شریعتی است. یعنی حرف من این بود که دین فربهتر است از ایدئولوژی و ردیوس کردن، تقلیل دادن دین به ایدئولوژی، مچاله کردن اوست، تقلیل دادن و کوچک کردن اوست و خارج کردن دین از هدف اصلی خود. بعدها که من با سخنان مرحوم داریوش شایگان آشنا شدم، دیدم ایشون هم اتفاقا نقد صریحی از شریعتی می کند، درست بر مبنای اینکه او بی جهت کوشید تا دین رو ایدئولوژی کنه. ولی ادله ایشان با ادله من خیلی فرق داره. این یک اشتباهی بود که بعدها بعضیا کردن. فکر کردم ما یه حرف می زنیم. آره، در نتیجه یک حرف است، هر دو منتقد ایدئولوژی کردن دین بودیم، ولی من با مبانی و با ادله ایشون با مبانی دیگه و ادله دیگه. مرحوم دکتر شایگان به حال بر اساس اینکه دوران پایان ایدئولوژی است به طور کلی در عالم، من جمله ایدئولوژی های دینی، از این طریق به جنگ شریعتی رفت. و دوم هم این که انقلاب یک مفهوم مدرنه و مفهوم مدرن رو با سنت دینی نمیتوان گره زد، چنان که گفتم اینها گره نمیخورن و نچسبن و این گره باز میشه. ایشون حرفش این بود و این گره زدن یعنی برخلاف آرزوی شریعتی که میخواست دین رو حاکم کنه، اتفاقا دین فاسد میشود، حاکم نمیشود، تندرستی و سلامت خود رو از دست میدهد. ای بسا ما امروز قضاوتمون همین باشه با، ای بسا ما امروز شایگان خوانده یا شایگان نخوانده قضاوتمون همین باشه که ظاهرا همینطور شد. یعنی انقلابی که به نام دین و برای حاکم کردن دین رخ داد، برخلاف مقصود انقلاب کنندگان و گردانندگان به راه دیگری رفت و دین نه تنها سرور نشد، بلکه متاسفانه از اون حرمت نخستین خود هم فرو افتاد و چهره سیاهی پیدا کرد. اما از این قصه بگذاریم،
آقای من سخنم در نقد ایدئولوژی کردن شرع، ایدئولوژی کردن، ایدئولوژیزه کردن دین توسط شریعت چیز دیگری بود. من حرفم همون تعریفی بود که ابتدا دادم. ایدئولوژی در معنای مدرن یعنی سلاح تراشی، اسلحه تراشی. یعنی شما یک اندیشه رو به قامت یک سلاح بتراشید، چیزهایی رو که به نظر شما زائد به نظر میاد فرو بریزید، اونها رو حذف کنید، کنار بزنید، تبدیلش کنید به یه شمشیر تیز که فقط به درد فرود آوردن بر فرق دشمنانتون میخوره. این یکی، یعنی لاغرش میکنید، تیزش میکنید برای هدفی که دارید. و دومم این که برای کوبیدن اون دشمنی که اکنون در اختیار دارید. فردا اگر شما دشمنتون عوض شد، شاید یک سلاح دیگه‌ای لازم داشته باشید، سلاحی براتر یا سلاحی بزرگتر، متفاوتتر، هر چی. لذا ایدئولوژی سلاح تراشی است، اونم نه سلاح تراشی برای تمام تاریخ، برای این دوره تاریخ، برای اکنون ما، برای دشمنانی که اکنون در مقابل ما قرار دارن که میخوایم اونا رو از میون برداریم. یعنی به معنای دیگه اگر شریعتی 2 قرن بعد به دنیا میومد و در اون روزگار میخواست دین رو ایدئولوژی بکنه، از همین اسلام یک اسلحه دیگه در میآورد موافق روزگار بعدی. درست شبیه این که در زمان پیغمبر 2 طرف که میجنگیدن با شمشیر میجنگیدن، حالا 2 طرف که میجنگن که با شمشیر جنگ میگردن، چه مسلمون باشن چه غیر مسلمون، سلاح‌های جدید رو به دست میگیرن. ایدئولوژی تراشیدن سلاح است. از مکتبی که شما در اختیار دارید برای فروکوفتن دشمن در دوران خاص و به تناسب دشمنی که در مقابل شماست، و این تناسب وقتی به هم خورد، شما ایدئولوژیتون حکم میکنه که سلاح دیگری بتراشید. من نقدم به شریعتی این بود که این جور معامله کردن با اسلام معلوم نیست چیزی از او باقی بگذارد، و دین فربهتر از ایدئولوژی است، بیش از آن است که ما او رو بتوانیم تبدیل به یک سلاح خشک بکنیم. همه وجوهش رو باید در نظر گرفت. ولی شریعتی هم به این پیامدها واقف بود و رضایت میداد. یعنی در واقع میگفت بله، من دارم این کارو میکنم، من بو علی رو دور میندازم چون به درد من نمیخوره، من ابوذر رو میگیرم. شریعتی صریحا یک تقابل خیلی معنیداری بین ابو علی و ابوذر برقرار کرد. گفت این ابو علی پیشوا و میراثدار همون اندیشه هایی است که اسلام رو تنبل کرده، کند کرده، کسل کرده و زیر دست یونانیان کرده و به قول خودش فیلسوفان پفیوزان تاریخ هست اینا. اما ابوذر همون چریک یلاقبایی است که اسلحه به دستشه و با استخوان شتر به فرق کعب الاحبار در حضور عثمان میکوبه و به او میگه که تو یهودی زاده کیستی که میخوای اسلام رو، دین ما رو یاد ما بدی؟ میگه من اینو میخوام، این مسلمونه، این چریک حرب بردوش، نه اون بو علی که با دربارها رفت و آمد داشت و شبها میخارگی میکرد و بعدش هم حد اکثر تولیداتش همین فلسفه عجیب و غریبی بود که جز گیجی و حیرت برای کسی چیزی بار نمی آورد. در واقع رأیش این بود، این درست رأی لنینه، این درست رأی مارکسه که این فلسفه ها روبنان هیچ نیستن، بافندگی هن. و اگر نظم معیشت عوض بشه، تفکر آدمیان هم عوض میشه. لنین یه کتابی داره به نام امپیریو کریتیسیزم، پاشو از دایره و گلیم خودش بیرون تر کشیده و بذارم با فیلسوفان و اینا در افتاده و ریش اونها رو گرفته و در اونجا خلاصش میگه که فلسفه پارتیزان است. این کلمه پارتیزان دقیقا یعنی بایس، پارتیزان به فرانسه یعنی طرف یه پارتی. فلسفه، all philosophy is biased، فلسفه اصلا جانب داره، شما فلسفه بی طرف نداری. میگفت فیلسوفا بی خود میگن که ما بی طرفانه دنبال حقیقت میگردیم، هیچ همچی چیزی نیست. فلسفه بستگی داره به اینکه اون فیلسوف از کدام بستر برخیزد، تو کدام فضا بار اومده باشه، در کدام نظم معیشتی پرورده شده باشه،
ولذا بخواد و نخواد، بداند و نداند، به یک طرف میل داره، یک بایستی به اشتراک، یک جانبداری، یک پارتیزانشیپی در کارش هست. این عین تعبیرات جناب لنینه. بنابراین هیچ شرمنده نبود که بگه ما فلسفه مارکسیست لنینیست داریم، ما ادعا نداریم که فلسفه ما جهانیست و همگانیست و نخیر، یه فلسفه ساختیم موافق و مطابق با این اندیشه های مارکسیست لنینیست و در تناسب با جامعه بی طبقه که میخواییم بسازیم و در راه سازندگی او هستیم. ولی خب شما میدونید فیلسوفان دیگه این چنین نبودن و معتقد بودن که دارن کشف حقیقت میکنن برای همه، بدون اینکه بدان، یعنی لازم باشه که بیاندیشن که این برای ایرانه یا برای غیر ایرانه یا در اقتصاد لیبرالیه یا اقتصاد غیر لیبرالی. اینطور الان هم خب همینطوره دیگه، فیلسوفانی که جهان نشستن و کار میکنن همه مدعی جستجوی حقیقت و کشف حقیقتن. ببینید مرحوم شریعتی اینجوری ها فکر میکرد، این واقعا تای دلش فلسفه بوعلی اینا رو وقعی نمی نهاد، ارجی نمی نهاد و ابوذر براش معادل بود با هزار تا بوعلی، با هزار تا بوعلی. و به همین سبب هم یه اسلامی می ساخت که از توش بوذرها بیان بیرون، نه بوعلیها. اسلام ابوعلی پرور اسلام چندشاوری بود، ولی اسلام ابوذر پرور اسلام پرارزشی بود. سخنان او و از این طریق یک حربه تیز درست کرد، به پیروانش یاد داد به کیا اعتنا نکنید، مهم نشمارید. این فرقانی ها که در ایران پدید اومدن، اینها درسته که به فکر شریعتی هم خیانت کردن، مثل این داعشی ها که از دل افکار سید قطب بیرون اومدن، دیگه خیلی شورش کردن، خیلی تندروی کردن، ولی این فرقانی ها همه حرف را داشتن دیگه. آقای طباطبایی فیلسوف رو مسخره میکردن، مطهری رو مسخره میکردن، گفتن اینا چوب لای چرخ حرکت اسلام نهادن، اینا سنگین کردن، مسخره میکردن. گفتن آیت الله طباطبایی کوهی از دانش، این کوهی از دانش رو به تمسخر درباره او به کار میبردن. یکی از پیروانشون میگفت یکی بیاد ما رو از این فلسفه و کلام و فقه اسلامی نجات بده. یعنی اینا مثل یه سیلی آواری روی سر ما ریخته که نمیذاره جلو بریم، جلو چشممون رو بسته، جلو راهمون رو بسته، جلو بریم همه رو کنار بزنیم، یک اسلام ساده، یک اسلام چریکی. خب خمینی البته نمیتونست با این حرف موافق باشه، این تئوری پردازیار هم نه، خمینی فیلسوف بود یا عارف بود، بگید فلسفه خوانده بود، عرفان خوانده بود. من نمیخوام حالا اینجا داوری بکنم، بالاخره با عرفان اسلامی خیلی آشنا بود، توی بحر عرفان ابن عربی غوطه خورده بود، با مثنوی آشنا بود، با فلسفه آشنا بود، مدت‌ها فلسفه تدریس میکرد، فقیه بود. آقای شریعتی اصلا فقها رو قبول نداشت، عرفان رو قبول نداشت، اینا اصلا اینطورا نبود. میگفت که شریعتی میگفت دو بار قصد خودکشی کردم، مولوی دست من رو گرفت و نگذاشت خودکشی کنم. یعنی با مراجعه به مثنوی، اندیشه های مولوی، جهانبینی او، روشنی و اون نیروی حیاتی که او به من بخشید، با همه این احوال چندان اهمیتی به این فراورده های تمدن و فرهنگ اسلامی نمیداد. اسلام چریکی، شما این اسلام چریکی رو بذارید کنار چی؟ سخن سید قطب، اسلام حرکی که خیلی هم شبیه هم نوشته میشه. یک بار براتون گفتم اسلام حرکی، گفتم نقطه هم روش نگذارید که یه جوری دیگه خونده بشه. بنابراین یک اسلام چریکی و یک اسلام حرکی یا اسلام جهادی، اینا این چنین بودن، با این تفاوت که جناب آقای خمینی همون بار سنگینی که شریعتی میگفت اتفاقا با خودش حمل میکرد، یعنی کوله بار سنگینی از فلسفه و عرفان و فقه داشت، چیزایی که شریعتی نداشت و قبول هم نداشت و منکر بود. و او میخواست، یعنی خمینی میخواست که این فضا رو چنان آماده کنه، نه برای اسلام چریکی، برای همین اسلامی خودش بلد بود، همین فقه و همین رو بعدن بیاد و به اصطلاح پیاده بکنه. ببینید نهایت مسیر اینها به یک جا رسید، یعنی شریعتی ایدولوژیزه کرد،
خمینی نکرد، اما نهایتاً هیچ کدوم، یعنی خمینی نمیخواست تئوری رو عوض بکنه، میخواست جهان رو عوض بکنه و جناب شریعتی در اینجا دستگیری کرد از اون. حالا آیا واقعاً ما انقلاب دینی میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم؟ به نام دین آیا میباید و میتوان انقلاب کرد یا نه؟ من در اینجا خب با مرحوم شایگان اختلاف نظر دارم و متاسفانه دیگه مقام بیانش نیست، یعنی وقت ما منقضی شده، باید به جلسه بعد بسپاریم، اما امیدوارم که مقدماتی که گفتم به قد کافی روشن باشه، اینکه ما میرسیم به اینکه آیا دین قدرتی هست که با اون قدرت بتوان انقلاب کرد و آیا سنت دینی اجازه میدهد که ما انقلاب رو به مهمانی دین درآوریم، یا این مهمان ناخوانده نهایتاً خانه رو ویران خواهد کرد، یعنی نه از خانه و نه از میزبان چیزی باقی نخواهد نهاد. انقلاب میدونید امروز خب یک کلمه خیلی محترمی است. اوائل انقلاب در ایران دیگه به هر چیزی که میخواستن محترم کنند و دهانها رو ببندن میگفتن انقلابی. انسانها مهمترین وصفی که داشتن این بود آقا انقلابی است، اون آقا غیر انقلابی است یا ضد انقلابی. یادتونه دیگه اونهایی که سنشون اقتضا میکنه اینا رو خوب یاد میدونید. کلمه انقلاب در گذشته خب چنین حرمتی رو اصلا چنین معنایی رو نداشت. این انقلاب اما ریولوسیون یا ریولوشن، حالا اهم از این که از ریولف بیاد یا از ریولت بیاد هرچی میخواد باشه، در گذشته اینجوری نبود. شما میدونید اسم کتاب کوپرنیک پدر نجوم جدید چی بود؟ در ریولوسیونیبوس اوربیوم سلستیوم. ریولوسیون یعنی گردش اجرام سماوی. اصلا ریولوسیون ریولوشن گردش بود دیگه، گردش اجرام. در عربی هم که انقلاب یعنی برگشت و توی قرآن هستش که چند جا تو کلمه انقلاب انا الی ربنا منقلبون، ما به سوی خدا برمیگردیم و امثال اینها. فانقلبوا بنعمت من الله و خیر، با نعمت الهی برگشتن. انقلاب هم به معنای برگشت بود، هم به معنای دل به هم خوردن و آشوب و فتنه و اصلا یه چیز محترم مقدسی نبود. اتفاقا در موارد منفی به کار می بردن، می گفتن یه جای انقلاب شده. این انقلاب تقدس خودش رو از مارکسیسم گرفت، یعنی گفت یک حرکت پیشروه به دنبال یک تئوری پردازی در باب تاریخ، که این تاریخ یک حرکتی داره و یک محرکی داره و رو به جلو میره. در تاریخ رو به عقب رفتن نداریم و تاریخ مخالفای خودش رو زیر پای خودش له میکنه. جمله مشهوری که انگلس داشت که خدای تاریخ بی‌رحم‌ترین خدایان است و مخالفان و دشمنان و کافران رو زیر پاهای خود له میکنه، زیر چرخهای خود له میکنه و جلو میره. و انقلاب ها همون چرخ های گردونه تاریخ هستند که تاریخ رو به پیش میبرن. ما انقلاب پسرو نداریم اصلا، انقلاب در مارکسیسم همیشه پیشرو است، یعنی تاریخ whatever it may mean انقلاب راه میندازه و این انقلاب ها باعث گشودن راه میشوند و پیش رفتن این قطار و چرخ تاریخ. حالا این مفهوم که از دل تاریخ مارکسیستی و تئوری پردازی مارکسیست در باب تاریخ در آمده، که ما میدونیم ما در اسلام هیچ همچین بحثی نداریم، نه راجع به تاریخ بحثی هست، نه راجع به پیشرفت تاریخ، نه موتور تاریخ، نه محرک تاریخ، هیچ کدوم اینا اصلا نیست. اینا از وقتی که هگل اومد و مارکس اومد وارد ادبیات جهانی شد. موتور محرک تاریخ چیه؟ چنین و چنان و حرفای عجیب و غریبی من در کتاب فلسفه تاریخ در این زمینه ها نوشتم، نظر خودم رو اونجا آوردم. عرض می شود که اینا که نبود. حالا این انقلاب که از دل یک تاریخ دیگری در آمده، از دل یک مکتب دیگری در آمده، آیا به اسلام و به دین کلن می چسبه یا نمی چسبه؟ خب ما می دونیم ما انقلاب مسیحی نداشتیم در طول تاریخ، هیچ چیزی صورت نگرفت که امروز نامش رو انقلاب مسیحی بگذاره، هیچ حرکتی صورت نگرفت که امروز نامش حرکت یهودی بزنه، انقلاب یهودی بزنه، انقلاب بودایی بزنه. تنها موردی ولی انقلاب کمونیستی داشتیم که هم خودشون اون رو چنین نامیدن و هم دیگران،
و یکی هم همونی که ما انقلاب اسلامی نامیدیمش و گفتیم که این انقلاب از دل اسلام اومد بیرون و به اسلام میخوره و محرکش و تئوری پردازش اسلام بود. اینا خیلی جای حرف داره، خیلی جای حرف داره و تک تک اینها رو ایشالله باید با هم مرور کنیم، بازخوانی کنیم و ببینیم که سر از کجا در می آوریم. و سلام علیکم. آقای خمینی فرد قدرت شناس بود ولی اگه ما 40 سال بعد برگردیم، قدرت دست کی بود؟ جامعه روحانیت، مجمع روحانیت. واقعا اون موقع مردم هم لازم می کردن و خب قدرت یعنی پس از به قدرت رسیده، بعد از انقلاب احساس می‌کنم که عوام و خیلی اکثر مردم به این مورد است و اگه ایشون می‌خواد جنگ رو ببره، می‌خواست که مثلا مجاهدون از بیرون کنه یا مثلا کشور رو مثلا از این جنگ‌های تفرقه‌ای نجات بده، خب مجبور بود از این گروه حمایت کنه و هر چیزی که باشه خودش مثلا بحث توی هم رو شروع کردی که کار دیگه شروع کردی کمی با اون فکرها مخالف بود، پولیس عقب کشید که نبود یاد رو مثلا احضار شما نبود مصنعی بود تحتی شد موافق بود ولی که نبود. میخوام بگیم که عمل کردیشون چقدرش یا افکاری که ما داریم میبینیم چقدرش معطوف به این بود که برای ایشون این قدرت رو نگه داره به این شکل دیده شد، یعنی به مثلت مونیم برای اینکه بتونه به اون هدف قدرت باشه و اون نگه داره، خب مجبور به شکلی فرنده کنه که خب مشکل بگم چقدرش به این خاطر بود، چقدرش مال خودش بود، یعنی واقعا احساس میکرد که مثلا نه اینجا حاضر بود بیسته مثلا حتی مقصد نمیشه اگه یکی دنبال قدرته خب مجبوره خطا بیاد دیگه، یعنی این اگر اینجا جامعهش این بیدی میخواد من همین مطلب میگم. خب این بیدر جدا کردنش چقدرش واقعا مرد قدرت دنبال قدرت بودنش اینجوری نتیجه داد که ما ایشون رو به اینجا بله والا به نظر من تمامش به دنبال قدرت بود، یعنی اصلا یک اپسیلون این به معنای بد کلمه نیست ببینید، یعنی قدرت خواهی و قدرت شناسی و قدرت طلبی لزوماً چیز ما از اولش هم بحثمون این بود که قدرت که چیزی بس شما بدون قدرت کاری نمیتونید بکنید، چه کار خیر چه کار شر، چه نیکوکار باشه چه بدکار باشه، بالاخره باید زوری نیروی داشته باشید که این رأیتون رو عملی کنید. لذا او البته معتقد بود که این قدرت رو در استخدام یک امر خیری گرفته. ببینید اگه یادتون باشه میگفت حفظ حکومت اوجب واجبات است. این حرف یعنی چی؟ البته بعداً بعضی ها تردید کردن و من در این که این رو 100% بهشون نسبت بدم الان خودم هم تردید دارم. بعضی ها نوشتن این توی چیز مجموعه آثار امام خمینی که منتشر شده این جمله نیست، ولی خب خیلی شهرتی داره و منقوله و البته به نظر من به اندیشه آقای خمینی هم خیلی میخوره، هیچ بیتناسب نیست به هیچ وجه اینکه حکومت اوجب واجب، ولی در جای دیگه که قطعا گفت که حکومت از احکام اولیه اسلامه نه از احکام ثانویه و وقتی که از احکام اولیه است به هر حال میتونه برتری داشته باشه بر احکام دیگر. خب ببینید این یعنی قدرت دیگه، یعنی حفظ قدرت و حفظ قدرت بازم گفتم از نظر ایشون به نیت خیر، برای امر خیر، برای اجرای اسلام، برای بالا بردن پرچم اسلام و هر چه که در ذهن او بود و برای ایفا رسالتی که داشت. او برای خودش یک رسالت قائل بود واقعا و معتقد بود که گویی خدا او رو برای این کار گماشته، حرفایی رو به این اون زده بود، خوابهایی رو که خودش دیده بود دیگران دیده بودن چنین چنان، کما اینکه رهبر کنونی هم همینطوره، ایشون هم از من نزدیکانش شنیدم خوابهایی رو نقل کرده یا حرفایی زده که خلاصه من رو بر این کار گماشته اند، من رو بر این مسند نشانده اند، یه جور منصب الهی و تاریخی برای خود قائل بودن. اونایی که الهیش نمیدونن نسبتش میدن به تاریخ مثل مارکس و اینا، اونایی هم که خدا رو قائلن نسبتش میدن به خدا. همه اواخر دیدین دیگه اینایی که توی شورای گذار جمع شده بودن
یکیشون پرسید، کسی پرسید از اونها که شما رو کی انتخاب کرده که اومدید مدیریت شورای گذار رو به عهده گرفتید؟ یکی از سخنگویان و بزرگان اون قوم گفت ما رو تاریخ انتخاب کرده. حالا بعضی رو تاریخ انتخاب میکنه، بعضی رو خدا. آقای خمینی رو خدا انتخاب کرده به اعتقاد خودش. ولذا در راه ایفای این رسالت الهی دو اسب پیش میتاخت. به نظر من قدرت رو عین خودش و عین رسالت خودش میدونست و هیچ کم نمیگذاشت در این زمینه. راحت یعنی میکشت، راحت جانشینش آقای منتظری رو بیکار میکرد و همه جور. بنابراین هیچ مشکلی در این زمینه نداشت. ایشون که حالا میگردیم گذرد و این چیزی که به عنوان افکارشون میبینیم چقدرش به خاطر فالو کردن ایشون این مسیر میخواد برد. خب همش دیگه ببینید راهی رو که ایشون باز کرد فالو کردنش بود که این افکاری که ما داریم به اسم ایشون میگیم با خاطر اینکه فالو میکرد گذرد و این ببینه این حکومت رو نگه داره، داره اون افکار افکار قدرتمند رو داره پیاده میکنه برای اینکه بتونه نگه داره. و این که ما داریم به اسم خودش میگه تقریبا مال همون گروه قدرتمند اون زمان بوده. ما هم اینجوری گروه قدرتمند اون زمان یعنی کی؟ همون جامعه روحانیت، مجمع روحانیت. اولا اون روحانیت این که مال اونا بوده نه، ولی ملاحظه همه را داشت آقای خمینی برای حفظ قدرت ملاحظه داشت. من یادمه یه وقتی ما خودمون پیشش بودیم راجع به یه مسئله صحبت شد، ایشون گفت نه علمای بلاد هم باید در این زمینه اقناع بشن. یعنی حالیش بود که همه جا نمیتونه از بالا فرمان بده، یه جاهایی هم باید حرکت اقناعی بکنه. یعنی اگه علمای بلاد به قول ایشون شهرهای مختلف موافق نباشن ممکنه سخنش شکست بخوره و این شکست خوردن خب در قدرت او شکست میآفرینه. با زیرکی های خاصی که داشت همه این ملاحظات رو میکرد بله، ولی تمامش برای حال چه بگید شما قدرت خودش یا حفظ حکومت اسلامی که ایشون اون رو واجب شرعی و تکلیف شرعی میدونست، اما هیچ فروگذار نمیکرد از این بابت و این رو 100% شرعی میدونست. به همین دلیل من عرض کردم که دستش در ریختن خون اینا اون خیلی روان بود، خیلی روان بود، به حقوق بشر و امثال اینا که هیچ توجهی نداشت و رخصت‌هایی که در فقه پیدا کرده بود و همون قدرتی که ولایت مطلقه فقیه به او داده بود که اینم در نوع تئوری خودش بود راحت به او میگفت که چه کارها بکنه و چه کارها نکنه و به قول خودش هم میگفت ما در مقابل تاریخ هیچ وظیفه‌ای نداریم که آیندگان در باب ما چه میگویند یا چه نمیگویند، فعلا مصلحت بر این است. اون وقت بعدن هم به یک نقل‌های تاریخی که خیلی هم مستند نبود، یعنی ایشون برای کشتن افراد من یادم نطقی که میکرد میگو پیغمبر رسول الله، میگو رسول الله در مورد بنی قریظه هیچ عفو و رحمی نشون نداد، فرمان داد 700 نفر رو گردن بزنن. اینا رو پشتوانه کار خودش کرده بود، اینا چندان سندیت تاریخی نداره و از یک فقیه آدم انتظار داره که در این زمینه ها بیشتر توجه بکنه، جستجو بکنه، در گفتنش هم دقت میکرده. یعنی خیلی جالبه، احتیاط میگفت به حسب نقل، چنانی که نقل شده است رسول الله دستور داد گردن 700 تا یهودی رو بزنن، ولی همین که به حسب نقل که معلوم نیست درست باشه همین رو نقل میکرد تا بگه اسلام شمشیر هم دارد و میتوان اون راه رفت. من دکتر خانوی که من حافظه تاریخی بیاد میاره موقعی که قانون اساسی موقت به دولت موقت به دولت و خدمت آقای خمینی بودن حرفی از ولایت فقیه نه و انتخاب شورای نگهبان هم به عهده مرحوم. اون چیزی که بازم حافظه من هست ظاهرا آقای خمینی گفته اون همین روزه نمیتونم فلان بود و ظاهرا آقای بازرگان قبول نکرد بود. آقای دلیل آقای خمینی هم این بود که اگر بره تو مجلس که روحانی هستن یه چیزی میاد بیرون که قابل پیشبینی حالا آقای هاشمی چیزی میاد بیرون که قابل پیشبینی نیست. اینکه من فکر میکنم در ابتدا آقای خمینی
به اون قولها و اون حرفایی که قبل از انقلاب در مورد آزادی‌ها و اینکه گفته بود روحانیون در مسند حکومت نمیخوان باشن وفادار بود و همونطور که بازم سابقه خاطره تاریخی من میاد ایشون بعد از اینکه دولت سر کار اومد رفتن قم و بعد از اینکه یه بیماری قلبی پیدا کردن اومدن تهران و تو تهران همون که میگن اون موقع بود که دوریشون رو گرفتن و کم کم این بساط ایجاد شد. من فکر میکنم که حالا تحلیلی یه تحلیل هم میشه کرد که ایشون به مرور به این قدرت و این دیکتاتوری رسیدن و بعد هم حالا خودتون در جریان هستید که آقای خمینی هر کس میخواست به روشش امکان نداشت مگر اینکه از کانال حاج احمد آقا و حاج احمد آقا تقریبا از آقای هاشمی نمیدونید. اینها یه مقدار اینکه آقای خمینی از اول قصد داشتن همه قدرت رو در دست خودشون بگیرن یه مقداری برای من قابل. ببینید من اینجا اصلا قصد تحلیل انقلاب ایران اونطوری که رخداد نداشتم و ندارم. اینقدر در این باب نوشته شده و این حوادثی که شما نقل میکنید این تحلیل هایی که هست بالاخره چه شد که قانون اساسی نوشته شد، چه کسانی رأی دادن چه کسانی رأی ندادن. بله من هم اطلاع دارم آقای هاشمی موافق نبود و به امثال آقای بازرگان گفته بود که شما آخوندها رو نمیشناسید و از تو اون مجلس چیزی بیرون خواهد آمد که شما فکرش رو نمیکنید. ولی خب آقای بازرگان گفت نه دموکراسی حکم میکنه که ما این رو تو مجلس خبرگان که وعده شد دادیم به مردم به رأی بگذاریم، به بحث بگذاریم و دیگه شد اون چه که شد. ولی من اصلا دنبال اینها نبودم. یعنی ببینید خیلی فکر میکنم به سخن ما مربوط نبود. سخن من این نبود که آقای خمینی کی همه قدرت رو قبضه کرد یا نکرد. سخن من تئوری آقای خمینی که به دین به منزله یک بسته گلوله قدرت نگاه میکرد و بوی قدرت رو خوب میفهمید کجا قدرت هست قبل از انقلاب و تئوری ولایت فقیهش هم قبل از انقلاب پرورده بود و در کتاب البیع خودش نوشته بود. حالا اینکه فرصت گیر آورد و بعدها اینا رو اجرا کرد و چه اندازه این فرصت گذاشت او بله خورده خورده جلو اومد به تدریج دید راه بازه چرا نتازه چرا نراند رفت جلو و همه رو در دست گرفت. کما که رقبا شد میخواستن همین کار رو بکنن بخشش هم به دلیل رقابت رقبا بود ولی در عمل اینا رخ داد. من بحث نظری میکردم عمدتاً که به لحاظ نظری آقای خمینی هیچ مشکلی با قبضه کردن همه قدرت نداشت. نگاهش به دین یک نگاه قدرت شناسانه نمیگم قدرت پرستانه بود به این معنی که خوب میفهمید قدرت کجا جمع شده و چگونه میشه سوار این مرکب قدرت شد و از او استفاده کرد. همون دیانت سنتی مردم اتفاقا شریعتی دیانت سنتی رو بخواست به هم بزنه ولی خمینی نمیخواست و میگفت این دیانت سنتی خود به خود قدرت به حد کافی هست. شریعتی از راه دیگری اون سلاح رو تیز میکرد. آقای خمینی میگفت نه این اسب کاملا راهوار و رام و زین کرده و آرامه. همینم که فرصت به دست اومد رفت و روی اسب نشست. خداییش اگر شریعتی هم در زمان انقلاب بود نمیتونست رهبر انقلاب بشه و کسی دور او اونقدر جمع نمیشد. مشخصاتی خصوصیاتی در خمینی بود که افراد دورش جمع شدن. مردم دیوانه نبودن و چیزایی از او دیده بودن. گفت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. هم عزمی داشت، همتی داشت، قدرتی داشت، جرأتی داشت، شجاعتی داشت. قبل از انقلاب دیده بودن با شاخ در افتاده بود اما هیچ وقت سخن از اینکه اسلام رو جور دیگه‌ای بفهمیم، جور دیگه‌ای تفسیر بکنیم، حرفا نبود. تو کار خمینی خب آثارش هست، کتاباش هست، سخنرانی قبل حتی بعد از انقلابش هست. هیچ این حرفا نبود. بعدها البته یه چیزای دیگه‌ای گفت که حالا ان شاءالله میرسیم بهش. من بیشتر این چیزا رو مد نظرم بود که آقای خمینی آیا انقلاب کرد؟ آیا انقلاب میشه کرد اصلا به نام دین؟ اصلا حتی اگر شریعتی هم طالب انقلاب بود با تغییر تئوری و به دست دادن تئوری تازه‌ای باز این کار شدنیست نیست. نقد ناقدان در اینجا چقدر وارد و نافذه؟ من بیشتر این رو میخوام. الا در اون اصل پیشنویس قانون اساسی که بله مرحوم آقای حبیبی تا
تهیه کرده بودن بحث برات فقیه نبود. آقای خمینی هم اون موقع فضای یه جوری بود که احساس میکرد خیلی نمیشه سر صدای اون رو چیز کنه، مثلا دراره علم کنه، ولی به تدریج دید انقدر مردم مسحور و مقهور کلمات او هستن و حرفاشو نزده میقاپن. خب شما هم باشید، میگه خب دیگه بریم جلو دیگه، ما چه چه ما نه در راه رفت و همون رو کرد که کرده بود. بعد استاد بزرگوار، من واقعا باید بدن لنجورم میترسم از رو سوال کنم، خوب دارم، من دارم که خواهم اگه از دیگنم کامو جلوتر گذاشتم، ولی کسی به نام آقای یاسر میلانی پژوهشگر دین و فلسفه بوده که در یکی از خبرگزاری‌های خارجی صفحه‌ای برای دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران رو به اصطلاح پاپیش کردم. من میخوام برای دقت سوال از روی نوشته میکنم که ایشون در این مقالهشون از موضوع حوزه سکولار تا حوزه انقلابی صحبت کردن و ایشون کل میگن که گفتن اکثری گرایان فقهی سخن مرحوم آیت الله خمینی را سرلوحه فقهی فقه شناسی خود قرار دادن و فقه تئوری و واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. از ایشون گفتم. بعد سوال بعدی در ادامه این میخواستم ببینم که فکر میکردم که اولی که فرمودیم آقای مرحوم آیت الله خمینی با سه جمال تقریبا در یک فکر بودن، چرا سه جمال نتونست محبت بشه؟ خب حالا اون که خوندید از آقای میلدونادی، حالا اون به کنار، ولی من نمیدونم سید جمال چرا نتونست موفق بشه. اصلا تحلیل توفیق و عدم توفیق قهرمانان در تاریخ کار ساده ای نیست، ولی خود سید جمال اواخر عمرش جمله گفته بود، گفته بود این همه نیرو و انرژی که من صرف رفتن نزد ملوک و خلفا کردن برای اینکه اونا رو اقناع کنم به تغییر وضعی در مردم و ملتشون، اگر این نیرو رو صرف مردم میکردم موفق تر بودم. در واقع تشخیص خود او این بود که چون کارش هم همین بود، از این کشور به اون کشور، از این کشور به اون، حتی پیش ناصرالدین شاه ما هم آمد، در یه سفر ناصرالدین شاه دیده بودش و بعد دعوتش کرد آمد ایران. فکر میکرد این بزرگان قوم، حالا چه اعظم فکری مثل مرجعی مثل آقای شیرازی یا پادشاهی مثل ناصرالدین شاه یا در مصر یا در ترکیه پیش خلیفه عثمانی، اینو اون رفتن و اونا رو قانع کردن برای اینکه دست به یک تغییراتی بزنن میتواند وضعیت جهان اسلام رو من حیث المجموع عوض بکنه، و اینها تنبلتر، محافظه‌کارتر، قدرت طلبتر و قدرت پرستر از اون بودن که به حرفای سید جمال گوش بدن، و برای اینکه خب هم منافعشون به هم میخورد و هم معلوم نبود باور داشته باشن اون حرفا رو زیر بار اون چیزها برن. ولی سید جمال به صراحت طالب قدرت مسلمین بود، این رو میگفت دیگه. یه وقت میگفت کجا رفتن نیروهای دریایی ما مسلمین، کجا رفتن اون اساکر جرار مسلم. صریحاً دنبال این بود که ارتش خیلی نیرومندی پدید بیاد در امت مسلمین، این پادشاهان و بزرگان کشورها رو با هم صلح بده، آشتی بده، کنار هم بنشاسی، چنین چیزی رو می اندیشید. ولی چیزی که از او فوت شده بود این بود که آخه نیروی ارتش باید بر نیروی علمی تکیه بکنه. شما نمیتونید نیروی ارتش قوی با سلاح‌های پیشرفته داشته باشید ولی اینا رو بخرین از جای دیگه. همین اشتباهی که عربستان و سعودی میکنه، باید خودتون بسازید و بعد اینکه خودتون بسازید باید ساینس داشته باشید، تکنولوژی داشته باشید، دانشکده‌های مهندسی قوی داشته باشید، دانشکده‌های علمی قوی داشته باشید، یعنی خلاصه از خودتون بجوشه. وقتی به این جاها رسیدید و الا یک ارتش خیلی مجهز با شیک‌ترین سلاح‌ها میشه، همین که عربستان که
بعد وقتی حوثی ها حالا بنابراین که میگن حمله کردن هیچ جوابی هم نتونستن بدن، لذا ظواهر و زرق و برق و زینت ها رو افزودن راه به جایی نمیبره و گره رو حل نمیکنه. مرحوم سید جمال اینجوری ها بود، یعنی میخواست یک نیروی امتی رو مجهز و متحد کنه در مقابل غرب، در مقابل غرب، اونم از طریق کی؟ از طریق پادشاهانش، پادشاهانی که هرگز هیچکی زیر بار دیگری نمیرفت. و آخرش یک جمله خیلی مشهوری داره سید جمال، میگفت که انهم اتفقوا الا الله یتفقوا و اتحدوا الا الله یتفقوا، گویا اینا اتفاق کردن که با هم اتفاق نکنن، اتحاد کردن که با هم اتحاد نکنن. و واقعا راستن میگفت، اتفاقشون در اتفاق نکردن بود. اینا نتایجی بود که آخرش رسید. اول همیشه اینطوری دیگه، آدم اول کار فکر میکنه که راه بازه، جاده همواره، میراند و به مقصد میرساند، اما متاسفانه نهایتاً احتمالاً هم گفتند که البته قول مشکوکی است ولی یکی از اقوال منقول است که از قضا در همون ترکیه و به دست همون سلطانی که نزد او رفته بود مسموم شد و درگذشت. و به قولی قبرش هم هنوز در ترکیه است، گرچه قبلش هم مجهوله، همونطور که قدرش هم مجهول. خب اگر دوستان عزیز بله آها ببخشید، بله من ندیدم. من سالتی اجازه تبایی شریعتی بودیم در سرگزاشون آقای خمینی گرفتن، اینا نهایتا همین اتباره بود که رابطه این دوزه چطور بوده، این آقای شریعتی نهایتا من خوشحالی بوده چون همین آرز کنی هم دارید عبدو درگی اومد جلو مثلا چیز کرد و کلا خوشحالی در نفس هم بودید که بندشون یه جورایی هدفشون بودید خود درست راهشون که اولی کردن و اونی که جهان برند دختن بود ولی هدفشون آخرشی یکی بوده از دست هم خوشحال بودن. نفهمیدم سوال اولتون چی بود؟ یعنی اینا از هم خوشحال بودن؟ خب حالا فرض کنیم خب بعد سال دوم هم که آقای شرعکی که مثلا همین گواری رو مثلا میکنیدن حالا عبو زرمی رو بردن بالا، خب فکر نمی کنم که همین این همه این که ما همین اسلام عرب بوده رو فقط هم فلسفه و اینه که عبو زرمی این میداد که من این تکنولوژی در همه فکر نمی کنم که اون عقب افتادگی ما ها به خاطر همین چیزیه که نداریم، نه این فلسفه من فقط همه که فلسفه نیست عبوالی داغلی هم که اتخلال درسته فلسفه فیلسوف بود ولی دانشمند هم بود سایت هم کار کرده بود رو به توجه خب حالا همین سوال هست که از دکتر شریعتی هم بپرسید. ببینید آقای خمینی به احتمال قوی نظر خوشی به شریعتی نداشت، اما با زیرکی تمام هیچ مخالفتی با شریعتی نکرد و حتی از نجف پیغام داد به ایران وقتی که نزاع بر سر شریعتی بالا گرفته بود، کسانی مثل مطهری بازرگان با اون مخالفت میکردن، مطهری بازرگان یه بیانیه ای رو با هم امضا کردن علیه شریعتی و در نقد شریعتی، نزاعی بالا گرفته بود و همه قوم سرگرم شده بودن، آقای خمینی میترسید که اون حرکت و نهضت اسلامی کند بشه، اون متوقف بشه. پیغام داد، گفت دست بردارید. شما یادتونه، شاید یادتون نباشه، نه شما که نبودید، مثلا آخوندهای بودن بالای منبر، اینا چیزا میگفتن علیهش، خیلی نزاع جدال داغی در گرفته بود. آخوندی که بعد از انقلاب واقعا مریدای شریعتی رفتن ترورش کردن و کشتنش و تا امروز هم معلوم نیستش که کی کشته، شیخ قاسم اسلامی هم اوائل انقلاب کشتن. این آدم واقعا اهانت میکرد روی منبر به شریعتی، کتاب شریعتی رو میابرد توف میکرد تو کتاب و بعد حرفا میزد و یک داستان ها بود. یا کسی دیگری منم اون موقع ایران نبودم اما اخبارش خب به ما میرسید، آقای خمینی پیغام داد. اما وقتی که شریعتی مرد، آقای خمینی در یه نوشته در باب او حتی مرحوم شریعتی هم نگفت، گفت دکتر علی شریعتی فقید. فکر کردید از اینجا معلوم بودش که چه تحفظی میکنه، چه احتیاطی میکنه که حتی کلمه مرحوم رو هم درباره او به کار نبود. میدونید شیعیان راجع به اهل سنت کلمه مرحوم رو به کار نمیبرن و راجع به کسانی که قبولشون ندارن یا از ادیان دیگرن که اصلا هیچ کدوم اینا فقط یه فقیه فقید میذارن یا معصوفون علیه،
یعنی اینکه متاسفیم از اینکه از دنیا رفته است. اون کلمه مرحوم هرگز. بعدم فراموش نکنید مرحوم آقای مطهری شاگرد نازنین و نازنین آقای خمینی بود. آقای خمینی او رو بسیار دوست می داشت، شاگرد بسیار نزدیک او بود، هم فقه نزد او خونده بود هم فلسفه نزد او خونده بود، و آقای خمینی در بس قبول داشت مطهری را. اگرتون باشه بعد از انقلاب گفت تمام کتاب های مطهری بلا استثناء مفید است، یه حرفی که برای هیچ کسی نزده بود. خب اینو داشته باشید. این مطهری رابطهش با شریعتی چی بود؟ رابطه کارت و پنیر بود به قول معروف. اصلا دوست نداشت شریعتی رو، به خاطر شریعتی حسنیه ارشاد رو ترک کرد. رد یک نامه‌ای به آقای خمینی نوشت در زمان وقتی که شریعتی فوت کرد و این نامش هست، بعد از انقلاب منتشر شد. در واقع یه جور اظهار خوشحالی کرد از فوت شریعتی در اون نامه، و اینکه این چه فتنه ها زیر سر داشت و در خارج کشور که رفت قرار بود چه کارها بکنه بر ضد اسلام، و این حکمت الهی بود، مصلحت الهی و رحمت الهی بود که جان او رو گرفت. این نامه بعد از انقلاب منتشر شد. بعضی از دوستان ما که دستی هم به قلم داشتن یادمه اینجا و اونجا چیزایی نوشتن که این نامه احتمالاً از مطهری نیست و شاید جعلی باشه و چنین و چنان. من اون دوستم رو که در این باب چیزی نوشته بود دیدم، گفتم نه، من کمترین تردیدی ندارم. برای که عین این حرفا رو آقای مطهری به خود من زده. من خودم از مطهری در لندن شنیدم که میگفتش که ساواک شریعتی رو فرستاد به خارج کشور، و شریعتی آمده بود که چه برنامه‌هایی رو بر ضد اسلام اینجا اجرا بکنه. اینا عین سخنان مطهری بود که یک روز دو روز بعد از وفات شریعتی در انگلستان من خودم از او شنیدم، البته کسان دیگری هم بودن. غرض من از این رابطه مطهری بود با شریعتی، و این مطهری ذهنیت آقای خمینی رو می ساخت. یعنی نامه براش می نوشت، حتی یک دو بار سفر به عراق رفت، نجف رفت پیش آقای خمینی و گزارش مسائل فکری ایران رو از دیدگاه خودش به آقای خمینی می داد. گزارش حوزه رو، گزارش حرکات و نهضت‌های فکری و غیر فکری رو در حوزه و در ایران. خب انصافا مطهری واردم بود به این چیزا، اما به هر حال اختلاف نظر شدید داشت با شریعتی. بعد از انقلاب کتاب‌های شریعتی رو یک آقای به نام رسول جعفریان که از قضا اهل تاریخ هم هست، اکنون به نظر من عنصر خیلی مفیدی شده. در اون روزگار 40 سال پیش جوان بود و در دام بعضی از چرز بکنم افراد نااهل افتاده بود، حالا کمترین سخن این است، به جانبهای متمایل شده بود، ولی الان به نظر من صراطش مستقیم است و وارد خط علم شده. باری در اون موقع ایشون رفت و کتابهای آقای شریعتی رو که در منزل آقای مطهری بود، کتابهای شریعتی که مطهری خونده بود و در کنارش یه حواشی نوشت، اون حواشی نسبت تند بود علیه شریعتی، همه اینا رو برداشت و منتشر کرد. من در نقد او نوشتم که شما چرا این کار کردی؟ این مثل این میماند، عیناً این رو همونجا آوردم، گفتم این مثل این میمانه که شما یک انسان رو با لباسای زیر بگیری از تو خونه بیاری بیرون تو خیابون. خب این آدم وقتی میخواد بیاد توی خیابون لباساشو عوض میکنه میاد. آدم توی منزلی لباسی به تن داره، در اتاق خوابی لباسی داره، توی خیابون و سر کار لباسی داره. آقای مطهری درست مثل همون کسی که توی منزل و لباسهای زیر به تن داره، یک یادداشتای خصوصی برای خودش کنار کتابای شریعتی کرد. قصدش هم این نبود اینا منتشر بشه. اونایی رو که علیه شریعتی انتشار داده اینا نیست، ولی خب حق داشته، وقتی میخونده بنده هم اینطور هم شاید شما هم اینطور هم وقتی چیزایی رو نوشته شما برداشتید اینا رو منتشر کردید. ای بسا که شریعتی مطهری راضی هم نبود که شما اینا رو منتشر کن.
اون آقا در جواب من نوشتش که تو نه تاریخ بلدی نه این چیزا رو میفهمی، اگه یه ذره تاریخ خونده بودی میدونستی که، خلاصه یه ادعاهایی کردم. حالا بنده البته هیچ ادعایی ندارم، ولی اتفاقا ایشون تاریخ نخونده، ولی اینکه اصلا تحصیل نکرده است، ولی خب خیلی مطالعه داره. من که رسما بالاخره رشته اصلیم تاریخ علم بوده، یه ذره میفهمم تاریخ چیه. در هر حال گفتم که دیگه چیزی نگفتم به ایشون، فکر میکنم هم الان پشیمان شده باشه از اون حرفی که زده. حالا منهای این واقعه که نقل کردم، در اون حاشیه ها که بر کتاب شرید، اونجا شما میتونید اون مغز دل مطهری رو ببینید که این چگونه میاندیشیده راجع. اصلا صریحا نوشته اینا اسلام سرایی است نه اسلام شناسی. این اصلا اصطلاحی است که آقای مطهری و اسلام سرایی، یعنی همین بافندگی به اصطلاح ما، یه حرفایی به نام اسلام زدن و سرودن، نه شناخت اسلام و چیزهای دیگری شبیه. خب این مطهری ادوایزر خمینی بود، لذا شما فل جمله حدس بزنید که آقای خمینی چجوری باید راجع به شریعتی فکر کنه، ولی تا آخر عمرش یک کلام راجع به شریعتی سخنی نگفت آقای خمینی. نهایت زیرکیش بود، واقعا هم درست بود، یعنی به نظر من در موضعی که او نشسته و در منطقی که او داشت، اگر میخواست شریعتی بگه که آتشی به پا میشد و نه تنها آتش به پا، بسیاری از همراهان خودش از دست میداد، بسیاری از همراهان خودش از دست میداد، کسانی که شریعتی اونها رو پرورده بود در مکتب خودش، اما برای تمرین سربازی فرستاده به کمپ آقای خمینی. خب این همه سرباز رایگان رو چرا از دست بده؟ خیلی حواسش بود. نه فقط اینا، همونطوری که اینجا گفت، جامعه مدرسین یه جور، علمای بلاد به قول خودش یک جور، دانشگاهیان یه جور، خیلی هوای این و اونا داشت. حتی وقتی که سخنان من در باب مولوی رو در تلویزیون قطع کرد، به آقای خامنه‌ای گفته بود من هوای فلانی رو دارم، چون این آخونده وقتی جمع بشن بعد نابود میکنن افراد رو. به هر حال خوب میفهمید که هم آخونده چه جوری هن و چه کار میکنن، از قدرتشون چه سوء استفاده هایی میکنن، و هم خودش خیلی سوار بود و کاملا میدانست. خیلی این طول کشید. سوال دومتون چی بود؟ ببخشید شاید خود شما هم یادت رفته، منم واسه چی؟ شریعتی نه، شریعتی خوب بود اتفاقا، رأی خوبی داشت و حتی در پاره از نوشتهاش به رمز اشارت میکرد به خمینی و ارادتی رو نسبت به او نشان میداد. در اون موقع هیچ انقلابی علیه خمینی سخن نمیگفت. قبل از انقلاب جان؟ بله بله بله، ببینید قبل از انقلاب آقای خمینی یک سفره نینداخته بود، یعنی مجسمه تمام فضائل و کمالات بود، واقعا عرض میکنم به شما، برای جوانهایی در اون موقع مجسمه جمیع فضائل و کمالات. من یادمه وقتی که در همون اوائل انقلاب جلسه بود در حسینیه جماران و آقای خمینی نشسته بود و مرحوم فخرالدین حجازی، خب مرد خطیب زبردستی بود، سخنرانی کرد، چیزهایی گفت راجع به آقای خمینی. یادم میگفت ای یادگار پیامبران، واقعا دروغ نمیگفت، اون روزگار مردم اینجوری فکر میکردن. البته آقای خمینی هم بعد از سخنان رو گفت شما چرا این سخنان رو گفتی و من میترسم که در من غرور پیدا شود و اینها، ولی البته نباید این سخنان رو گفت، نه بی جهت و نه در روی کسی، اما من میخوام بگم که کم و بیش در ذهنیت عامه مردمی که خمینی رو تو ماه دیده بودن، آقای خمینی هم چیزی بود. اولا پسر پیغمبر بود، سید بود، که این خیلی خودش بار ارزشی بالایی داره. دومم این که یادگار پیامبران، یعنی گفتم مجسمه همه کمالات، و اینقدر کرامات برای آقای خمینی میتراشیدن، اینقدر سخنهای عجیب. این که یادمه که یک روحانی خودش بر من نقل میکرد، میگفتش که یک جا داشتم سخنرانی میکردم، گفتم بله در نجف، ببخشید در پاریس، در نوفل و شاتو، وقتی که خبرنگارها می اومدن با آقای خمینی مصاحبه میکردن، آقای دکتر یزدی کنار دستشون بود و این سخنان رو ترجمه میکرد و جواب میداد. میگفت یک دفعه یکی از این بسیجی‌ها کیا بود بلند شد با رگ‌های برجهیده و
آتشی در روی من، یعنی میگه آقای خمینی انگلیسی بلد نبود؟ یعنی میگه آقای خمینی فرانسه اصلا میخواد خرخره اینو بجوره؟ آقای خمینی همه زبانها رو بلد. که میگه منم خیلی زود دیدم هوا پس کوتاه اومدم و یه جوری گفتم بله اینجوری بود واقعا. حالا من نمیگم عامه مردم، هم عین حرف راجع پیغمبر میزنن، عین حرف راجع به امام میگن، همه زبانها رو بلد بودن. خب اگه اونا بلد بودن زبان حیوانات هم بلد، خب اگه اینطوری بود، خب و آقای خمینی زبان عربی هم نمیتونه حرف بزنه، فقط فارسی. حتی این عربی که 15 سال تو نجف بود نمیتونه دو کلمه زبان عربی حرف بزنه. اینا نه عیب نه کماله، ولی اونا چیز دیگه ای در آقای خمینی میدیدن و لذا این کرامات رو هم براش میتراشیدن. نه هیچ انقلابی ضد خمینی سخن نمیگفت، هیچ کسی. و حالا اگر دیندارم بود که دیگه به طریق اولا. بسیار خوب، باز گفتیم قصه ها آغاز کردیم از کتاب، ماند بی مخلص درون این کتاب. انشاءالله دنبالش رو خواهیم گفت.